خانم ساحل سوده 68 ساله در کشور مسلمان نشین اتیوپی رئیس جمهور شد. نام اتیوپی پیشتر حبشه بود. فاصله تهران با آدیس ابابا پایتخت اتیوپی 2422 کیلومتر است و به یقین مردم ایران به اولین زن رئیس جمهور اتیوپی تبریک می گویند. دیروز در استانبول مراسمی برای جمال قاشقچی برپا بود و این در حالی که فرزند او قبل از ترک عربستان و سفر به واشنگتن با پادشاه و ولیعهد عربستان ملاقات کرد. در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی گفتند این عکس نبایستی منتشر می‌شد و تسلیت‌گویی که ضرورت کار بود می‌بایستی خصوصی می‌ماند. هنوز جزئیاتی از سفر خانم جینا هاسپل رئیس CIA به ترکیه منتشر نشده است. از دیروز برای دو هفته مانور نظامی ناتو در نروژ آغاز شد. مانوری کم سابقه در پی 20 سال گذشته که 29 کشور عضو ناتو به اضافه فنلاند و سوئد در آن شرکت دارند. این مانور در نزدیکترین مرز ممکن با روسیه انجام می‌گیرد. مقامات ناتو می‌گویند مانور علیه روسیه نیست. دو ماه پیش روسیه با 6 برابر قوا و سرباز یعنی 300 هزار نظامی مانور داشت. ناتو با تعداد کمتر سلاح با این همه 250 هواپیما و 60 قایق جنگی. دیروز در فرانسه هم آقای مکرون از تأسیسات کارخانجات نیروی دریایی بازدید کرد و گفته می شود به احتمال بسیار دومین ناو هواپیمابر اتمی فرانسه ساخته خواهد شد. اگر چنین بشود تحویل آن به سال 2035 یعنی 17 سال دیگر برمی گردد. ارسال بسته‌های پستی حامل مواد انفجاری به سرشناسان دموکرات امریکایی بار دیگر آغاز شده است. آخرین آن به روبرت دونیرو بازیگر سینما که برخی میگویند دلیلش انتقاد او از آقای ترامپ است. تحقیقات از زمان آقای کلینتون تا به امروز نتوانسته با قاطعیت دلیل و نحوه آن را مشخص بسازد. فرانسه در صدد ممکن ساختن بازگشت تعدادی از جهادیون فرانسوی از سوریه به کشور است. جونبی جسوا روزنامه‌نگار ژاپنی که 40 ماه در سوریه اسیر بود آزاد شده است. او تنها به این جمله بسنده کرد که هر روزش زندگی جهنمی بود. او گفت به دست نیروهای غیر سوریه‌ای اسیر بوده است، اما به دلیل اوضاع بد جسمی دیرتر کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت. الکسانسوف 42 ساله فیلمساز اوکراینی که زندانی و اعتصاب غذای طولانی داشت برنده جایزه ساخاروف شد. در جشنواره سینمایی لومیر هفته پیش آقای فرمو مدیر جشنواره گفت برای این فیلمساز به جای 1 دقیقه سکوت 1 دقیقه کف بزنید. قرار است 12 دسامبر این جایزه به اقوام این سینماگر در شهر استراسبورگ تحویل داده شود. نامدارترین برنده جایزه ساخاروف نلسون ماندلا بود. و بالاخره تا همین چندی پیش نادیا مراد دختر یزیدی که مدتها اسیر داعشی های وحشی شده بود کسی او را نمی شناخت. او برنده جایزه صلح نوبل شد و دیروز در کاخ الیزه با آقای مکرون ملاقات داشت. او گفت از آقای مکرون خواسته است که مانند کانادا، آلمان و یا استرالیا، فرانسه و یا کشورهای دیگر هم هر کدام 100 خانواده یزیدی را بپذیرند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.